پیامبر گرامی اسلام بعد از فتح مکه کسی رو مأمور اداره مکه کرد. راستی شما اگر این آقا با امام زمان مرتبط باشه خوبه؟ واه بله، اگه واقعا کسی سند بیاره ولی فقیه با امام زمان مرتبطه، از امام زمان دستور میگیره. گفتم خب حالا پس این داستان رو ادامه بدیم. پیامبر گرامی اسلام این آقایی که منصوب کرده بود در حکمش به مردم مکه نوشت: مردم مکه، فلانی جانشین من تو مکه، هر حرفی به شما بزنه بنا نیست با من مشورت کنه، بدون مشورت من با شما سخن خواهد گفت. این برای چی گفت پیامبر اکرم؟ برای اینکه پس فردا نگن ما کجا بدونیم حرف تو حرف پیغمبره. با حال اینکه ایشون با پیغمبر یه هفته فاصله داشت، یه پیگیر میفرستاد، سه روز چهار روز میرفت مدینه سوال میکرد برمیگشت. ولی وقتی که یه ولی فقیه به تعبیر ما منصوب کرده برای اینکه مطلقه بشه ولایتش، فرمود چی؟ ایشون با من مشورت نمیکنه و حکم میده. شما هم ازش هیچ وقت نباید بپرسید که ما از کجا بدونیم نظر پیغمبر نظر توه، تو که معصوم نیستی که. امام سجاد میفرماید ایشون تا وقتی که در زمان پیامبر گرامی اسلام جانشین پیامبر در مکه بود، یک بار هم برای دستور دادنش به مردم مشورت با پیغمبر نکرد. من به بعضی از آدمای منصف همین نمونه رو که ذکر میکنم مثلا همجوری میمونه. خب اونم معصوم نبود دیگه، ممکن بود اشتباه بکنه. یه دفعه چرا تو اعتقادات رو با اجتماعیات قاطی میکنی؟ دقیقه یه دفعه پلاکارد ببریم هی مردم آقا ایشون معصوم نیست، حالا چی شده، چه اشتباهی شده اونو بگو. مردید یه دونه اشتباه بگیرید که نشه جوابتون رو داد.